اولاً بحث عراق برای ما حائز اهمیت است از جنبه های مختلف کشور همسایه ما هست، سرنوشت مردم عراق با سرنوشت ایرانیان از نظر فرهنگی و دیرینه با هم مرتبط بوده. نارامی هایی که در عراق بوده به اعتقاد ما هم برای مسئله داخلی این کشوره. تظاهر کنندگان هم خواستار اصلاحات اقتصادی بودن و من فکر میکنم که دولت عراق هم پاسخهای مناسبی رو به این مطالبات مشروع اونها داده و تأکیدات اخیری هم که دولت عراق کرده با هوشمندانه شیوه مواجهه با درخواست کنندگان خیابانی، همه اینا شیوه‌هایی بود که به سمت مسالمت آمیز بودن و شنیدن صدا حرکت میکردن. ما هم مطمئن هستیم که خواسته قانونی مردم عراق در چارچوب قانون اساسی این کشور و از طریق به کار گرفتن اراده ملی میان همه اقوام و مذاهب و پیروی از مرجعیت منظم عراق جهت رفع مشکلات حتما قابل تحقق است. قطعا در این میان هم شواهد اطلاعاتی نشون میده، هم ایالات متحده آمریکا، از همین توییت عجولانه ترامپ میتونید شما این گواهی رو بگیریم، هم رژیم اسرائیل و هم بعضی کشورهای منطقه دارن عملیات روانی میکنن که تو موج خواسته های به حق مردم سوار بشن و قطعا عده‌ای هم در این میان هستن که تحریف بشن و بخوان کارهایی رو بکنن که نشانه های غلط بدن. به اعتقاد ما از اربعین چیزی نگذشته، از حضور ایرانی ها در خانه های کربلایی ها چیزی نگذشته، از پیوند با شکوه دو ملت چیزی نگذشته. این جامعه عراقی نیست، این حرکت حرکتی که میتونه سامان پیدا کنه، 5 نفر 10 نفر این اقدام انجام بدن، فیلم و عکسش برای تفاصیل مختلف بیرون بیاد. به هر حال ما وظیفه همسایگان عراق رو در این میدونیم که در سیاست داخلی عراق هم دخالت نشه، ایجاد زمینه مناسب از راه توافقات لازم به منظور کسب جایگاهی که ملت عراق به عنوان پل طبیعی ارتباطی میان ملت‌های منطقه داشته و شایستگی اون رو داره، با تعامل‌های عراقی قطعا ملت و دولت عراق اینها به منصب ظهور خواهند نشست و قطعا رفاه و امنیت مردم عراق و اون چیزی که تضمین دموکراسی مورد نظر مردم عراق است به دست خواهد آمد با تعاملی که با دولت عراق دارد.